سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. بریم سراغ ادامه درقت کارمون. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، این لینک دانلود پروژه است تا پایان جلسه قبل. اینم لینک کوتاه شده شه که اگه مشکل چیزی داشتید توی کداتون بتونید چک بکنید. خب ما جلسه قبل اگه خاطرتون باشه اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم یه لیستی از محصولات رو نمایش دیدیم توی صفحه. اما طبیعتاً توی اپلیکیشن های واقعی کسی نمیاد لیست محصولات اینجوری به صورت اصطلاحاً هارد کد داخل کد قرار بده. طبیعتا ما نیاز به یک جایی داریم برای ذخیره کردن دقیقاً دیتامون. ما میخوایم این جلسه یاد بگیریم چجوری بتونیم دیتابیس درست بکنیم. جنگو به صورت پیش‌فرض از یه دیتابیس استفاده میکنه به نام SQLite 3 که این پایین یه فایلی هست اگه دقت بکنید. برای نکته بگم، برای اینکه شما بخواید این دیتابیس رو ببینید جداولش رو، الان جدول داخلش نیست، یه اکستنشنی باید نصب بکنید توی وی اس کدتون. اسمش هستش SQLite Viewer، اگه اشتباه کنم اینو هستش. اینو نصبش بکنید بچه‌ها که بتونید دقیقاً محتویات اون جدول رو ببینید. خب برای این که ما بخوایم یک جدولی تو SQL درست بکنیم، خب دوستان که SQL آشنا هستن میدونن ما یه دستوری داریم به نام create table. بذارید نشونتون بدم. خب اینجا نگاه کنید بچه‌ها، با این دستور create table شما میتونید یک جدول درست بکنید. اسم جدول، اسم ستون و دیتا تایپش. ولی ما نمیریم سراغ این، نمیریم از اینکه بخوایم دستور SQL استفاده کنیم. به جاش میم چیکار میکنیم؟ به جاش میم یک اصطلاحا مدل از اون جدولمون رو درست میکنیم، بعد با ابزاری به نام میگریشن که مال خود جنگوه تبدیلش میکنیم به تیبل، بدون که نیاز باشه کد SQL بدونیم. مثلا اونجا جدولی میخوایم درست کنیم، میخوام یه جدولی درست کنم، مثلا جدول پروداکت، یه چیز شبیه چیزی که از تصویر میبینید. یه سری ستون خواهد داشت و یه سری مقادیر. ببینیم همچین جدولی رو با هم دیگه میخوایم مدل سازی بکنیم و بعد تبدیلش کنیم به تیبل. میام داخل وی اس کد. توی فایل‌ها اگه شما دقت بکنید یه فایلی داریم به نام مدل ایناش که شما میاد مدل هاتون رو اینجا درست میکنید. برای ساخت مدل یه کلاس مینویسید، یه اسم براش میذارید، مثلا اسم پروداکت. این کلاس بچه ها ویژگی هاش رو از کجا میاره؟ از مدلز میاره، مدلزی که این بالا من ایمپورت کردم از دیتابیس جنگو. مدلز دات مدل با ام بزرگ. خب حالا ببینیم ستونامون رو مشخص کنیم. من سه تا ستون میخوام. میگم یه ستونم باشه اسم مدلز داد. چی رو بعد دیگه مشخص میکردیم؟ یه دونه اسم بود، یه دونه دیتا تایپ. پس تو مدلم بعد دیتا تایپ رو مشخص کنم. میگم دیتا تایپ هم باشه از نوع کرفیلد. یه حد اکثر طولم بهش میدم. مثلا من میگم بیشتر از 100 کاراکتر نباشه. ستون بعد پرایس، یه قیمت برای اون محصول میخوام بذارم. قیمت از نوع اینتیجره، اینتیجر فیلد. هیچ پارامتری هم نمیخواد. یه دسکریپشن هم براش میذارم. اینم مثلا 200 میذارم، میذارم بیشتر میذارم. خب این مدلمون درست شد. مثلا مدلمون رو ما درست کردیم. خب گفتم چجوری این تبدیل میشه به تیبل؟ با ابزاری به نام میگریشن. برای اینکه بخواد میگریشن این مدل رو تبدیل بکنه به تیبل، باید شما این اپلیکیشنتون یعنی مای اپتون رو به میگریشن معرفی کنید. چجوری این کارو میکنید؟ میاد توی فایل سیتینگ زیر مجموع مای سایت، یه جایی هست به نام اینستال اپ، اینجا میاد مای اپ رو بهش اضافه میکنید. پس اینجا میاد مای اپ رو بهش اضافه میکنید که میگریشن بدونه که باید این رو تبدیل کنه به تیبل. خب حالا بریم سراغ میگریشن. میام صفحه کامند، کامند پرامپت رو باز میکنم. اول محیط مجازیتون رو بچه ران داشته باشید. بیشتر این برمی ایتتون رو اوکی.
میام عقب، یکی دیگه میام عقب، میرم توی پروژه. خب توی پروژه این دستور رو میزنم بچه ها. پایتون بزن من یه دونه خالی سفر خالی کنم بیاد بالا. اوکی خب تو مسیر پروژه میزنم پایتون تو کامند پرامپت خود ویندوز، یا اگه کامند پرامپت خود وی اس کد. من دو تا کامند پرامپت دارم توی ترمینال، اصطلاحا دارم توی وی اس کدم، یه دونه با بشه که تو این کار انجام نمیدم، یه دونم توی خود کامند پرامپت دیفالتشه. پایتون اگه نداشتید هم کامند پرامپت ویندوز انجام بدید. manage.py بعد میزنم مثلا make migration، migrations اینتر رو میزنم. نیا کنید میگه که مدل پروداکت درست شد. این استپ اوله. یه استپ دیگه هم داره. دستور دوم چیه؟ پایتون دوره manage.py migrate. اوکی خب بریم حالا جدولی که درست شده رو ببینیم. میام توی دسکیول هم نکنید تمام تیبل هم درست شد. کدومش مال پروداکته؟ این هاشش توی مای اپ اندرسکور پروداکت. الان هیچ دیتای داخلش نیست ولی ستونامو درست کرده. یه ستون آیدی درست کرده که بهتون میگم چیه. یه ستون نیم، پرایس و دوباره دسکریپشن. تایپش هم اینجاست. یا کنید اینتیجر و اینم کرفیل یا ورکر 200. آیدی چیه؟ شما وقتی یه جدولی درست میکنید تو SQL، هر جدولی نیاز به یک پرایمری کی داره. پرایمری کی یک شاخصه که منحصر به فرد به ازای هر رکوردی که داخل جدول ثبت میشه. من قرار تو این یه سری محصولات ثبت کنم. هر محصول من باید یک شاخص منحصر به فرد داشته باشه، یک آیدی منحصر به فرد داشته باشه که من بتونم با استفاده از اون در حقیقت اون محصول رو شناسایی بکنم. بس این ستون آیدی رو خود در حقیقت SQL درست میکنه براتون اینجا. حالا ما میخوایم تو این اطلاعات وارد کنیم. میخوایم دیتا وارد بکنیم. باز اگه بخوایم بریم سراغ SQL توی اینجکشن، به دستور اینسرت داشت. یا کنید. باید استفاده از این کامند شما میتونید یک مقدار رو باید در حقیقت جدولتون کنید. insert into اسم جدول، ستون ها رو مشخص میکنید با مقادیرشون. اما ما این کار رو هم نمی کنیم. برای اینکه بخوایم در حقیقت دیتا رو وارد جداولمون بکنیم، میخوایم با مفهومی آشنا بشیم به نام ORM. بریم بیام جلسه بعدی راجع به ORM صحبت میکنیم. بلا خداست.